وقتی از زنان بلوچ حرفی به میان می آید، تصاویر کلیشه‌ای از زنانی با لباس‌های رنگی، دستانی پینه بسته، صورتی آفتاب خورده با کپسول گاز یا سطل آبی بر سر در اذهان متبادر می شود. اما آنچه در این تصاویر دیده نمی شود، ذهن خلاق، روحیه سخت کوش و دل مهربان با طبیعت و روزگار بی‌رحم است. این روزها که کرونا یا همان کووید 19 دنیا را در حوزه‌های مختلف خود فلج کرده، زنان بلوچ با نقشی از گل طرحی جدید از سوزندوزی برای لباس‌هایشان زدند به نام کرونا. نصف های سال قبل در واقع این تر اومد و دیگه اینو شروع کردن به گفتن اینکه در واقع همون موقعی که شایع کردن که مثلا بیماری به نام کرونا بعد این تر رو دیگه اسمش رو گذاشتن کرونا بعد هر که با سلیقه خودش رنگای مختلف رو این لباس ها پیاده کرد و داخل این دایره ها آینه کار میشه داخلشون آینه میزنن بعد کنار آینه ها چشم چم سرو میگم اون سبوروز میزنن که خیلی خوشگل میشه یعنی مثل این ویروس کرونا خیلی درخشه لباس های عید یعنی شما این بله یعنی شما انقدر هنرمندید که از این همچین بیماری هم طرح سوزندوزی در آوردید در سال 99 کووید 19 بهش میگن لباسی با گلهایی در رنگهای مختلف بر تن می کنند که نام طرحش را کرونا گذاشتند و با این خلاقیت خود می گویند ما در برابر هیچ کدام از سختی ها و بیرحمی های روزگار کمر خم نمی کنیم. ما از یک ویروس کشنده گل می سازیم و تلخیش را به کام هموطنانمان شیرین می کنیم. ما امسال لباس شب عیدمان را به جای طرح پریوار طرح کرونا میزنیم تا بگوییم با سخت تر از این حمله ها هم جنگیده ایم که سوزن در دست و شکافتن وحشت این میهمان ناخوانده و ریختن تلخی زهرش بر روی زمین. طرح‌های سوزندوزی بیشتر از رؤیاهای زنان بلوچ الهام می‌گیرد و رنگ‌ها با باورها و نیازهایشان پیوند خورده است. نه هر کدوم یه اسمی داره درسته؟ طرح کرونا اولین مقابله زنان بلوچ با سختی‌هایشان نیست. انتخاب رنگ‌ها و طرح‌ها همیشه متأثر و در تقابل با فضای اطراف است. آنجا که گرما امان می‌برد، رنگ‌های آبی و سرد بر تن کودکان است و آنجا که خشک و بی‌آب است، نارنجی و صورتی و سبز و قرمز علم مبارزه با دلگیری خاک و بی‌رنگی را بلند می‌کند. و داستان‌های حماسی که نمایانگر روحیه رزم‌آوری و سلحشوری بلوچ‌هاست بهترین تجلی خود را در فرم‌های تیز و زاویه‌دار و رنگ‌های گرم پیدا می‌کند. زنان بلوچ در عین تبعیت از باورهای مذهبی و عرفی طرح می‌زنند. آنجا که ممنوعیت استفاده از نقش انسان در سوزندوزی مطرح است، این هنرمندان با کنار هم قرار دادن تعداد بیشماری از عناصر بصری ساده و ابتدایی مانند مربع، مثلث و لوزی نقش‌های مورد نظر خود را خلق می‌کنند و این هنر و خلاقیت نسل به نسل به دختران منتقل شده و قدمت زایش آن به هزاران سال می‌رسد. برن خیاطی؟ بله، زکیشی میشه، زکیشیش که کامل شد. می‌برن افراد این پلیوار رو براشون می‌دوزن. قسمت پلیوار یعنی بالاش این قسمتش خوب. بله، دوختش میشه تناب خوب. تناب یعنی بعد از پلیوار دومین دوخت اصیل بلوچستان یا بلوچ در واقع همون تنابه. بعد این هم یه افراد خاصی بعد این مهارت دارن در واقع این یعنی پلیوار و تناب رو میدوزن. بعد یه قسمت دیگه هم که هست وسط یعنی بعد از روز کشی بهش میگن بطنو یا همون رسوم دوزی که الان جدیدن این بطنو کار رو دیگه تعریفشون رسوم آوردن. بعد روش رسوم پیاده میکنن و آینه. بعد سرمه کشیش هم میشه همون کم سرمه بهش میگن. الان این زهکشی کدومه؟ کجاش؟ این قسمتاش
این قسمتاش خوب، اینا زیه خوب، بعد بالای زی پلیواره، بهش میگم پلیوار، بعد پلیوار جالاره یا تناب. کسایی که مثلا دوست دارن تناب روش تناب پیاده میکنن، بعضی هم که مثلا دوست ندارن روش جالار پیاده میکنن، ولی خب دوتاش شبیه همن، ولی منتها تناب یه دوخت ظریف تریه. بعد روی دوتا قسمتایی که زی یعنی دوخته وسطاش بطنوکه، بعد الان این مود بطنوک که اینجا پیاده کرده در واقع موسومه با آینه، بعد بالاش هم شیرک بهش میگن، یه دوست خیلی ریزیه شیرک، ریشهشو در آوردن این شیرک، چون مثلا اینجا یه فصلی هست خورما رو میبرن میجوشونن خب، بعد اون شیرک رو در میارن، بعد این شیرک از همون شیره گرفته شده، یعنی یه دوستی خیلی ریزه، خیلی ریزه. دامندوچ. این چیه؟ ای بانور سندلی. این عروسی میکنم و میگیم بانور. آها این عروسه. عروسی سندل. عروسه. یه دونه از اینه 6 ماه طول میکشه. سوزندوزی بلوچی که دارای مهر اصالت از سازمان یونسکو است در فهرست میراث معنوی کشور قرار گرفته و ایران شهر نیز در سال 1397 به عنوان شهر ملی سوزندوزی ثبت شده است. درباره سوزندوزی این شاهکار زنان بلوچ حرف‌ها و نمایش‌های فراوان وجود دارد، اما بوسه بر این دستان پرکار و چشمان کمسو شده آنجا ثمر بخش است که بتواند جای خود را چنان در ایران و دنیا به عنوان خلقت یگانه ایرانیان باز کند که شاید کمی ذهن هنرمندانمان از خطر ریزش دیوارهای کاهگلی خانه و سفره شام فرزندانشان رها شود. شاید زنان بلوچ این گونه به جای ماشین‌های سوزندوزی به اصالت خود که خلق طرح‌های منحصر به فرد است برگردند و ما همانطور که به فرش‌های تبریز و کاشانمان می‌بالیم به صنایع سوزندوزیمان افتخار کنیم و قدردان‌تر از همیشه از هنر ایرانیان سر بالا بگیریم.